خب در این ویدیو قرار هستش که در مورد ابزارهای ضروری لینوکس صحبت بکنیم توی ویدیو قبلی دیدیم که به چه صورت میتونیم سنتو اس هفت رو نصب بکنیم الان لینوکسمون نصب شده و آماده هست میریم که ببینیم که به چه صورت میتونیم از این کامند استفاده بکنیم خب الان صفحه لاگین لینوکس رو میبینیم همینطور که میبینید همین الان ما توی اعلان لاگین میبینیم که روی سنتوس لینوکس 7 هستیم ورژن کور یا همون مینیمال و این ورژن الان داره از کرنل سو استفاده میکنه خب یوزر روت رو وارد میکنم پسوری که تعریف کرده بودن هم رو میزنم و لاگین میشم به شل لینوکس این شلی که میبینید شل بش هست یکی از رایج ترین شل هایی که توی توضیح های مختلف لینوکس استفاده میشه شل های دیگری هم وجود داره مثل SH, CSH و چیزهای دیگه که بش پرکاربرد ترین اون هست برای اینکه بتونید به شل های مختلف دیگه وارد بشید میتونید اسم اون شل رو بنویسید مثلا اگر من SH رو بنویسم انتر بکنم وارد شل SH میشم برای خواهد شدن از اون هم میتونم کمند اگزیت رو بزنم انتر کنم هم میتونم دکمه کنترل دی رو بزنم که برگردم به شل قبلی همینطور میتونید در حالا فصل چهارم که صحبت میکنیم در مورد یوزر منیجمنت میتونید ببینیم که ما میتونیم شل دیفالت یک یوزر رو عوض بکنیم خب از این به بعد ما هر جایی که در مورد شل صحبت میکنیم منظورمون بش هستش خب حالا یه سری از میان برهایی که توی شل بش وجود داره رو با هم دیگه یه مرور میکنیم که بعد بپرازیم به ادامه بحثمون توی بش ما کلیت های میانباری داریم مثلا اگر شما کامند های مختلفی رو تایپ بکنید با آرگومنت های مختلف و هر کدوم به صورت کلمه کلمه با فاصله از هم دیگه جدا شده باشه شما میتونید با استفاده از کلید کنترل دبلیو یک ورد رو پاک بکنید یا مثلا اگر باز یه عبارتی رو داشته باشیم میتونید با کلید کنترل یو عباراتی که توی سمت چپ کرسر شما هست رو پاک بکنید مثلا من الان کرسر رو میارم وسط رشته خودم و بعد کلید کنترل یو رو میزنم میبینید که عبارت سمت چپ صفحه پاک شده با کلید کنترل کی میتونم عبارتی که توی سمت راست کرسر قرار داره پاکش بکنم به این صورت یک کامندی وجود داره به اسم کلیر که شما میتونید صفحه شلتون رو پاک بکنید به عنوان میانبر به جای تایپ کردن کامند کلیر میتونید دکمه کنترل ال رو هم بزنید کامند دیگری وجود داره مثل کنترل آر که این در حقیقت به شما اجازه میده که توی هیستوری کامند هایی که وارد کردید سرچ بکنید و با وارد کردن یه عبارتی که نزدیک به کامندی هستش که قبلا تایپ کردید اون رو پیدا بکنید و اجراش بکنید مثلا من آم... کلمه سی ال رو وارد میکنم خودش برای من کلیر رو کامل میکنم من میتونم دکمه اسکیپ بزنم که از مود سرچ خارج بشم و بعد با کلید انتر این کامند رو اجرا بکنم کامند uh, بعدی ب... یا میانبر بعدی بهتر هست بگم کنترل وی هست بعضی از کلیدها uh, ها uh, معنی خاصی دارم مثل مثلا تب فرزن شما اگر کلمی رو تایپ بکنید کلید تب رو دوبار بزنید به شما کامند هایی که با اون حرف شروع میشه رو بهتون نشون میده و اگر هم ابهامی وجود نداشته باشه در اون تیکه ای که وارد کردین خودش برای شما اون کامند رو کامل میکنه مثلا من اگر سی ال او رو بنویسم تب بزنم خودش کاملش میکنه و کامند کلاک رو برای من مینویسه یه موقعی هست که ممکنه شما بخواید به جای اینکه از کلید تب به عنوان اتو کامپلیشن استفاده بکنید خود کلید تب رو فشار بدین یعنی خود اون فاصله ای که به اندازه یک تب ایجاد میشه رو به شل انتقال بدین تو اون مورد بعد شما حتما کنترل وی رو بزنید که وارد ویژوال مود بشین و بعد کلید تب رو بزنید که بتونید یک تب برید جلو یا مثلا دو مرتبه کنترل وی و تب کنترل وی تب میبینید که من الان تونستم به اندازه دو تب برم جلو Uh, میانبر دیگه ای که وجود داره کنترل اس هست موقعی معمولا استفاده میشه که شما بخواید شلتون رو فریز بکنید فرضا شما یه کامندی رو اجرا میکنید و داره یه خروجی طولانی رو براتون چاپ میکنه و شما دوست دارین که uh, شل رو فریزش بکنید خروجی که تا اون لحظه uh, چاپ شده رو ببینید uh, و بعد ادامه بدید هرچند این نکته رو لازم هست که من بگم که موقعی که شما کنترل اس میزنید اون کامنده متوقف نمیشه بلکه کامنده تو پس زمینه خود تو پس زمینه شل داره کارش رو انجام میده منتها فقط در لایه نمایش هست که شما شل رو به صورت فریز شده میبینید مثلا من یه کامندی میزنم به اسم سک یا همون سکونس که میخوام مثلا از عدد یک تا ده میلیون رو برای من چاپ بکنه همینطور که میبینید به سرعت داره اعداد چاپ میشه تو شل و من میخوام یه لحظه شل رو فریز بکنم کنترل اس رو میزنم شل فریز میشه برای اینکه شل رو از فریز شدن خارج بکنم با کلید میانوار کنترل کیو میتونم این کار رو انجام بدم که ادامه خروجی کامند رو میتونم داشته باشم با کلید کنترل سی هم شما میتونید یک کامند رو متوقف بکنید کلید نیامبر دیگه ای که میخوام در موردش توضیح بدم کنترل وای هست یه موقعی هست شما یه چیزی رو تایپ میکنید و بعد مثلا یه وردی رو پاک میکنید یا یه کاری رو انجام میده با کنترل وای میتونید مجددا کار قبلی خودتون رو اندو بکنید با کلید نیامبر کنترل ای شما میتونید به اول عبارت برین و با کنترل ای -E میتونید به مجددا انتهای عبارتتون برگردید کلید های جهتدار بالا و پایین هم می توی شما کامندای قبلی که زدید رو بینش پیمایش بکنید خب این بود از کلید های که توی شل بش وجود داره حالا برم گردیم به ادامه بحث خودمون توی لینوکس یا بهتر بگم توی شل ما چیزی که به واسطه اون با سیستم ارتباط برقرار میکنیم دستورات یا کامند ها هستند که هر کدومشون معانی خاص خودشون را دارن و آپشن های خاص خودشون رو دارن و بسته به چیزی که براشون تعریف شده اون کاری که مد نظر ما هست رو انجام بدن کامند ها در لینوکس به سه دسته کلی تقسیم میشن دسته اول ایلیس ها هستند که کامند هایی هستند که توسط خود یوزر تعریف میشه این کامندها ها عمدتا یک اسم میانبری یک اسم مستعاری هستند که یوزر اون رو تعریف میکنه و در صورت اجرای اون اسم میانبر یک کامند دیگه ای در پس زمینه اجرا میشه کلا ما سه دست کامند داریم کامند های الیس کامند های اینترنال و کامند های اکسترنال کامند های به این صورت هستن و شما برای دیدن کامند های که از قبل تعریف شده میتونید با خود کامند ایلیس الیس هایی که تعریف شدن رو ببینید مثلا به عنوان نمونه شما میبینید ایلیس سی پی وجود داره که اگر اجرا بشه در حقیقت کامند سی پی داش آی رو اجرا میکنه یا مثلا اگر کامند ال ال اجرا بشه در حقیقت کامند ال اس داش ال کالر مساوی آتور رو اجرا میکنه نحوه نوشتن یک الیاس هم به این صورت هست که شما مینویسید اaلیس نیو command موزوی سینگل کود اولد کامند به این صورت یعنی اگر مثلا شما بنویسید cp x y مثل میمونه این این که شما نوشته باشید cپی آی اx وای همینطور که در الیس سطر اول میبینید مطالعه یه موقعی ممکن است که شما بخواید خود کامند سی پی رو اجرا بکنید بدون اینکه ایلیس سی پی اجرا بشه یعنی سی پی دش آی اجرا بشه اون موقع برای اینکه ایلیس رو بایپس بکنید شما کافیه که اول کامندتون یه بک اسلش تایپ بکنید و بعد کامندتون رو بزنید مثلا سی پی ایکس و وای در این صورت واقعا کامند سی پی با پارامترهای x و y هست که اجرا میشه نه سی پی داش آی x و y کامند گروه کتگوری دوم کامندها ها کامند اینترنال هستن یا کامندهایی هایی که درون خود شل به صورت اینترنالی تعریف شدن و یک فایل مستقلی برای اجرا ندارن این دست کامندها ها های اینترنال یا کامند های بیلتین شناخته میشن اما حالا ما چطور میتونیم می بفهمیم که یک کامند کامند اینترناله یا یک کامند اکسترنال یا یک کامند الیس به دستور تایپ شما میتونید تایپ یک کامند رو متوجه بشید مثلا اگر من بگم تایپ CD به من میگه cd is a shell built -in. یعنی یک کامند اینترنال هست یا مثلا بگم تایپ اکو باز هم به من میگه این هم یک کامند شل بیلتین هست یا مثلا اگر من بگم تایپ ایکس آرگز اون موقع به من میگه ایکس آرگز یک کامندیه که توی شاخه اسلش بین اسلش ایکس آرگز وجود داره یعنی یک کامند خارجی هست و یک فایل مستقلی وجود داره که شما به واسطه اجرا کردن این کامند از اون برنامه میخواهید که بیاد توی حافظه و کاری که مد نظرتون هست رو براتون انجام بده به این نو کامند ها کامند اکسترنال گفته میشه منطقه یه نکته ای وجود داره و اونم اینه که خب ما الان کامند xarx رو زدیم منتها خود کامند xarx توی شاخه slash x args هست یا مثلا کامندی uh, مثل فرض کنید پی یه کامندی هستش که توی اسلش uh, اسبین ip هست چطور شل uh, متوجه میشه وقتی ما این کامند پی رو میزنیم باید بده از توی این شاخه برای ما این کامند رو اجرا بکنه چیزی درون شل وجود داره به اسم Environmental Variables یا متغیرهای محیطی که کلا کارشون اینه که شما میتونید یه سری متغیر داشته باشید یه سری مثلا وریبل میتونید داشته باشین که اینا هر کدومشون یه سری ولیو های یا یه سری مقدارهایی دارن واقعیت اینه که این وریبل ها هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن و فقط صرفا یه متغیری هستن که توشون یک مقداری قرار داره در و در واقع اون چیزی که باعث میشه اینها با همدیگه متفاوت بشن رفتاریه که برنامه های مختلف نسبت به این متغیرها نشون میدن به عنوان مثال برای مثلا اجرا کردن کامندهای های خارجی ما یک سری مجموعه مسیر داریم که درون یه متغیری به اسم پت وجود داره که وقتی که شما یک کامندی رو اجرا میکنه و شل میبینه که این کامند نه جز کامند های ایلیس و نه جز کامند های اینترنال هست میره توی اون متغیر نگاه میکنه شاخه هایی که براش تعریف شده رو میره چک میکنه و میبینه که آیا اون برنامه توی اون زیرشاخه هایی که تعریف شده وجود داره یا نه اگر بود که اون کامند رو اجرا میکنه اگر نبود هم میگه کامند که شما وارد کردین وجود نداره من برای اینکه بتونم این متغیر رو ببینم میتونم از کامند اکو استفاده کنم وقتی شما کامند اکو رو تایپ میکنید و مثلا یه چیزی جلوش مینویسید کارش اینه که اون متن رو برای شما چاپ بکنم مثلا الان اینجا نوشتم اکو حمید حمید رو برای من چاپ کرد اگر من بخوام یک متغیری رو چاپ بکنم کافیه که من اول کلمه دلار رو بنویسم و بعد اسم متغیرم رو اکو دلار پات اینجا میبینیم که ما یه سری مجموعه مسیر داریم که با علامت کلون از هم دیگه جدا شدن و اینها در حقیقت دارن مسیرهای مختلفی که شل بش باید اونها رو بررسی بکنه برای اینکه یک کامند اکسترنال رو پیدا بکنه رو تعریف بکنن مثلا یوزر لوکال اسپین یوزر لوکال بین اسپین بین یوزر بین یوزر بین و روت بین شاخه‌ای هستن که توی پت من قرار دارن یعنی اگر مثلا یک کامندی وجود داشته باشه توی استش بین مثلا پینگ فرزن نیاز نیستش که من این کامند رو کامل با آدرس مطلق خودش تایپش بکنم فقط کافی همون کامند پینگ رو بنویسم و بعد اینجا بتونم این دستورم رو اجرا بکنم نکته بعدی این هستش که خب فرضا ما یه کامند اکسترنالی رو داریم و میدونیم و داریم ازش استفاده میکنیم حالا دوست داریم بدونیم که این کامند کجا هست توی چه مسیر قرار گرفته در این حالت شما میتونید با کامند ویچ بگردیم ببینید کامند اکسترنالی رو که دارید کال میکنید از چه شاخه‌ای در حقیقت داره اجرا میشه مثلا ویچ کامند کل که بهتون میگه کامند کلندر در حقیقت از شاخه اسلش بین داره لود میشه و اجرا میشه خب حالا وقتی شما یک کامند رو اجرا میکنین مثل x y z بهش یه سری بسته به اینکه چه کامندی هست یه سری آپشن ها پاس بدیم مثلا داش a داش b داش c الا آخر این کامند وقتی که اجرا میشه بسته به کاری که داره انجام میده میتونه از شما یه سری ورودی ها بپذیره یا اینکه یه سری خروجی و یا حتی خطا براتون چاپ بکنه این بحث استریم ها در لینوکس هستن که ما سه نوع استریم یا سه نوع جریان در شل داریم که شل با کد صف استاندارد اینپوت هست جریانیه که در حقیقت از ما ورودی میگیره و ما موقعی که یه کامند رو اجرا میکنیم و بعدش نیاز هستش که یه سری مقالی رو بهش وارد بکنیم در حقیقت اون کامند به واسطه یه استریم استاندارد اینپوت داره این ورودی ها رو از ما میگیره و ارزم به خدمتون که موقعی که یک کامندی رو ما اجرا میکنیم و نیاز هستش که یک سری خروجی استاندارد رو برای ما چاپ بکنه اون موقع در حقیقت اون کامند با نوشتن خروجی توی استاندارد اوتپوت به ما خروجی اون کامند رو نشون میده یه موقعی هم هست که کار درست پیش نمیره و یه خطای اتفاق میفته مثلا فرض بکنید شما برای اینکه یک کامند رو اجرا بکنید نیاز هستش که یک ورودی فایلی رو به عنوان مسیر به اون کامند به عنوان یک پارامتر ارسال بکنید ولی منتها اون پارامتر آدرس فایل رو که وارد کردین اون فایل در فایل سیستم شما یا روی دیسک شما وجود نداره موقع خب کامنده احتمالا به شما باید یه خطایی بده که فایلی که وارد کردین اون فایل وجود نداره که این کار رو از طریق چاپ کردن توی خروجی استاندارد ایرور با کد دو این کار رو انجام و همه کامند ها یه نکته دیگه هم بگم این هست که یک ریترن کد دارن اگه خاطرتون باشه توی زبان سی زمان دوران لیسانس نرم افزار وقتی کد می نوشتین همیشه توی اون پرسیجر اینترمینی که با زبان سی می نوشتین همیشه تشت یا ریترن سفری هم می زشتیم ریترن سفر اون موقع به این معنی بودش که این برنامه با خروجی موفقیت آمیز کارش رو به پایان رسونده و خروجی های غیر صفر طبق توافقی که حالا اون برنامه نویسی که اون برنامه رو نوشته انجام داده کد غیر صفر به این معنی هست که اون برنامه کارش رو درست انجام نداده حالا به هر دلیلی با کودهای مختلفی که برمیگردونه در حقیقت به ما اعلام میکنه که با چه خطایی متوقف شده مثلا فرض بکنیم من وقتی میزنم اکو حمید برنامه اکو اجرا میشه و ورودی حمید رو میگیره و بعد اون رو تو استاندارد آوتپوت خودش چاپ میکنه من میتونم با اکو با کیورد دالر علامت سوال ریترن کد کامند قبلی که اجرا کردم رو ببینم الان من وقتی اکو حمید رو چاپ کردم با اکو دالر علامت سوال میبینم که خروجی اکو حمید چی بوده ریترن, ریترن کدش صفر بوده به این معنی که کارش رو درست انجام داده یا مثلا ممکنه من یه کامندی رو بزنم که وجود نداره به من یه خطایی میده میگه کامن نات فن الان من اگر دلار علامت سوال بزنم میبینید که ریترن کد 127 وقتی 127 به عنوان ریترن کد از شل برمیگرده معنیش اینه که کامندی که ما اجرا کردیم وجود نداشته جز کامند های اکسترنال نبوده حالا ما میتونیم این استریم ها رو مدیریت بکنیم مثلا بگیم که ما یه خروجی استاندارد آوتپوت که داره چاپ میشه رو فرضاً می‌خوایم درون یک فایلی انتقال بدیم برای این کار کافیه از علامت بزرگتر از استفاده بکنیم و بعد جلوش آدرس یه فایلی رو بدیم که میخوایم توش نوشته بشه به عنوان مثال من وقتی میزنم سکونس یک تا ده کامند سکوئنس با گرفتن ورودی های یک و ده به عنوان عدد شروع و عدد پایان از عدد مبدع تا عدد پایان توی حلقه اون عدد رو توی استاندارد آوتپوت چاپ میکنه من فرضا میخوام که بیام و این استاندارد آوتپوت رو بریزم توی یک فایلی مثلا میگم بریزش توی فایل numbers.txt همطور که میبینید دیگه خروجی کامند سیکونس یک و ده دیگه تو استاندارد اوتپوت چاپ نشد و من به واسطه ریدرکشن uh, اومدم استاندارد اوتپوت رو انتقال دادم به درون فایل numbers.txt الان اگر من کامند ls رو اجرا بکنم میتونم ببینم توی این شاخه که من الان هستم چه فایل هایی وجود داره یه فایل anaconda-ks.cfg هست که از قبل بوده و یه فایل numbers.txt که من همین الان این رو ایجادش کردم با cat من میتونم محتوای یک فایل رو بخونم cat numbers.txt میبینید که 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 چاپ شده حالا این چیزی که باعث میشه که شما بتونید استاندارد اوتپوت رو ببینید کاری هست که خود دیولوپر اون برنامه ها انجام داده یعنی در حقیقت اون برنامه نویس هست که داره تعیین میکنه که چه چیزی توی استاندارد اوتپوت چاپ بشه چه چیزی توی استاندارد ارور چاپ بشه و یا احیانا از استاندارد اینپوت چه چیزی خونده بشه به عنوان مثال من الان میخوام یه برنامه خیلی ساده بنویسم که اعداد یک تا ده رو چاپ بکنه و اعداد زوج رو فرزن توی استاندارد آوتپوت بنویسه و اعداد فرد رو توی استاندارد ارور و بعد من از طریق ابزار ریدرکشن بیام این استریم ها رو کنترل بکنم میام به واسطه یک ادیتوری یه فایلی رو درست میکنم اسم مثلا حمید پای که میخوام یه اسکریپت پایتانی رو فرزن بنویسم خب کامند وی آیم اینجا وجود نده من بجاش از وی آی استفاده میکنم خب همینطور که ببینید من یه برنامه سادگی نوشتم که گفتم که یه حلقه تکراری وجود داشته باشه که از عدد یک تا عدد ده بره همیشه اون پارامتر دوم تا منهای یکش رو میشماره بعد اومدم آی رو تقسیم بر دو کردم باقی رو گرفتم اگر صفر بود یعنی عدد زوج بود اون موقع اون عدد رو من توی استاندارد اوتپوت می نوشتم. در غیر این صورت اون عدد رو توی استاندارد ایرور خب این اسکریپت رو اجرا میکنم خب همینطور که میبینید الان ما توی خروجی یه ترکیبی از استاندارد آوتپوت استاندارد error استاندارد آوتپوت استاندارد ارور داریم الان اگر من بیام مثلا بگم که استاندارد آوتپوت رو که اعداد زوج من رو شامل میشه رو بریز درون یه فایلی به اسم مثلا event.txt میبینید که اعداد زوج درون در فایل event.txt نوشته میشن و اعداد فرد با توجه به اینکه چون من نگفتم که با استاندارد ارور چیکار بکنی داخل شل تو قسمت استاندارد ارور چاپ میشن الان من اگه کت event.txt بکنم میبینید که اعداد زوج اومدن توی فایل event.txt چاپ شدن به عنوان مثال من مجددا میام این کامند رو چاپ میکنم مونتا این بار میخوام که اعداد فرد یا همون استاندارد ارور من درون یک فایل چاپ بشه مونتا استاندارد اوتپوت من توی خروجی چاپ بشه همطور که گفتم استاندارد اوتپوت با کد یک به عنوان استریم تعریف شده و استاندارد ارور با کد دو شما وقتی می نویسید بزرگتر از event.txt همون معادل این هست که ببخشید همون معادل این هستش که بنویسید یک بزرگتر از event.txt به این معنی که شما میخواید استاندارد output رو بنویسید درون event.txt یه موقعی ممکنه که شما بگین که نه من میخوام استاندارد ارور رو بنویسم فقط کافیه عدد یک رو پاک بکنید جاش عدد دو رو بنویسید و بعد بگید که استاندارد ارور این بار بره درون در add.txt نوشته بشه و استاندارد اوتپوت توی خروجی شل چاپ بشه پس میبینید که الان فقط اعداد زوج چاپ شدن و اعداد فرد درون در فایل add.txt چاپ شدن یه موقع هم هستش که شما میخواید بگین که من هم میخوام اعداد زوج و هم اعداد فرد یا بهتره بگم که هم میخوام استاندارد اوتپوت و هم استاندارد ارور درون یک فایل ریدیرکت بشن برای این کار شما به دو صورت میتونید این کار رو انجام بدید یکیش این هست که شما بگین که من میخوام که اسکریپت حمید دات پایتان اجرا بشه استاندارد uh, output نوشته بشه به درون مثلا آد اندرلاین اند ایون تی و همینطور استاندارد ایرور هم چاپ بشه به همون جایی که استاندارد output چاپ شده به این صورت میتونید این کار رو بکنید الان میبینید که اه، نه اه، توی خروجی شل شما استا... چیزی از استاندارد output دریافت کردی و نه چیزی از استاندارد error بلکه هم استاندارد output و هم استاندارد ارور هر دو اینها درون فایل آد ان ایونت تی چاپ شده من الان اگر کت بکنم آد and ایونت تی میبینید که من این اعداد رو به صورت پشت سر هم دیگه توی فایل آد ان ایونت تی دی دارم روش دوم برای اینکه هم استاندارد اوتپوت و هم استاندارد ارور رو به فایل انتقال بدیم این هست که به جای اینکه بگیم که استاندارد اوتپوت رو بریز به یه فایلی و بعد استاندارد ارور رو هم بریز به همون جایی که استاندارد اوتپوت رو ریدایرکت کردیم میتونم بیام از علامت امپرساین بزرگتر از استفاده بکنم که این به این معنی هست که شما میگید که من هم میخوام استاندارد اپسول و هم استاندارد ارور به یک فایل خاص redirect بشم الان من اگر کت بکنم آد ان ایون text رو شما باز هم میبینید که من خروجی استاندارد اوت و استاندارد ارور رو یک جا دارم نکته ای که نیاز هست اینجا بگم و همینجا توی مثال هم دیدین این هست که موقعی که شما یه چیزی رو چاپ میکنید و با علامت بزرگتر از به یک فایل انتقال میدین اگر اون فایل محتویات قبلی داشته باشه پاک میشه به عنوان مثال من درون فایل cat add and even txt رو نگاه میکنم میبینم که اعداد اول فرد چاپ شده و بعد اعداد زوج چاپ شده اگر من بگم اکو حمید ریدرکت بشه استاندارد اوتپوتش به فایل آد ان ایون تی اکس دی احتمالا شما خواهید دید که محتویاتی که قبلی که درون اون فایل آدن ایون تی اکس دی وجود داشته پاک شده اگر بخوایم که محتویات قبلی پاک نشه و فقط محتویات جدید به انتهای فایل قبلی اضافه بشه اون موقع نیاز هست به جای علامت بزرگتر از دو دفعه علامت بزرگتر از رو بنویسیم فرض بکنیم من الان میخوام رزا رو چاپ بکنم و میخوام توی فایل add and event txt محتوی حمید وجود داشته باشه و رضا در انتهای اون فایل چاپ بشه و میام میگم بزرگتر از بزرگتر از add and event txt الان اگر من کت بکنم مجددا شما میبینید که حمید رضا درون این فایل چاپ شد یکی دیگه از کارهایی که میتونید شما انجام بدید اینه که استاندارد اوتپود یا استاندارد ارور رو یه موقعی هست که شما میخواهید دور بریزید یک فایل بلاک دیوایس خاص در لینوکس وجود داره به اسم dev نال که اون بیشتر به, به یک سیاه چاله معروفه که شما وقتی هر چیزی رو به درون اون بنویسید عملا انگار اون رو ریخته دور و هیچ جایی ذخیره نمیشه به عنوان مثال من همون فایل پایتان همیداد پای رو که اعداد زوج رو توی استاندارد اوتپوت و اعداد فرد رو توی استاندارد ارور چاپ میکرد میخوام فرزن خروجی استاندارد ارور رو به اسلش انتقال بدم و فقط اون وقت شما خرید دید که اعداد زوج درون استاندارد آوتپوت چاپ میشه من برای انتقال استاندارد ارور می نویسم دو بزرگتر از اسلش دیو اسلش نال میتونم تپ هم بزنم که برای من آدرس رو کام خب الان میبینید که استاندارد ارور که همون عدد فرد بود به دو نال ریخته شد و عملا اونها به فضای پوچی انتقال داده شده عملا هیچ جایی نوشته نشدن و فقط اعداد زوج که درون استاندارد آوتپوت چاپ شده بودن به عنوان خروجی این اسکریپت ما اون رو در شل میبینیم نکته بعدی استفاده از ریدرکشن برای استاندارد اینپوت هست شما یه موقعی هست که میخواین یک فایل رو بخونین و به درون یک فرزن کامند ارسال بکنید به با عنوان مثال کامند کت رو شما وقتی همینطوری اجراش بکنید از شما انتظار داره که یک ورودی رو بهش بدین یعنی منتظر میشه که توی استاندارد اینپوتش یه چیزی رو بنویسید مثلا مثلا یک دو سه چار همطور که میبینید هر چیزی رو که به عنوان استاندارد اینپوت میگیره بلافاصله فاصله توی استاندارد اوتپوت خودش چاپ میکنه مثلا من میرسم عدد پنج دو مرتبه عدد پنج رو به من چاپ میکنه من با کنترل سی این کامند رو متوقف میکنم حالا من یه دفعه کامند LS میزنم اینجا فایل مختلفی دارم میخوام فرضم بیام نامبرز رو بخونم و بعد انتقالش بدم به استاندارد اینپوت کت میتونم از علامت کوچکتر از استفاده بکنم برای اینکه به شل بگم که numbers.txt رو بخون و به درون استاندارد اینپوت کت بنویس رفتاری که کت نشون میده این خواهد بود که همینطور که تو مثال قبل دیدین هر چیزی که توی استاندارد اینپوتش اومده اون رو درون استاندارد اوتپوت چاپ میکنه منتها اینجا یک نکته وجود داره و اونم اینه که ما کامند کت نامبرز که زدیم فرقش با کت کوچکتر از نامبرز دا چی هست فرق که این دو دارم با هم اینه که ما فایل نامبرز رو به عنوان یک پارامتر توی مثال اول به کامند کت فرستادیم که کت خودش میره فایل نامبرز رو باز میکنه و بعد اونو درون استاندارد output چاپ میکنه منطقه توی مثال دوم که ما کامند کت رو اجرا کردیم و به واسطه ریدرکشن استاندارد اینپوت از بش خواستیم که فایل numbers.txt رو خودش بره باز بکنه و صد به صد رو اونو بخونه و درون استاندارد اینپوت کت بنویسه و در نهایت کت اون محتوایی که درون استاندارد اینپوت خودش دریافت کرده اون رو به استاندارد آوتپوت خودش چاپ بکنه یعنی در حقیقت تو مثال دوم کامند کت اصلا نمیدونه این محتوایی رو که داره چاپ میکنه از کجا اومده یعنی اصلا نمیدونه فایل numbers.txt وجود داره چرا که خود بش بوده که رفته فایل numbers.txt رو باز کرده و کل محتوای اون رو به درون استاندارد اینپوت کت ریخته که در نهایت توی استاندارد اوتپوت چاپ بشه منطقه تو مثال اول کاملا کامند کت آگاه هستش که داره چه فایلی رو باز میکنه و چه محتوایی رو میخونه و درون استاندارد اوتپوت چاپ میکنه این از تفاوتی که این دو کامند داشتن خب یه موقعی هم هست که شما میخواید که استاندارد اوتپوت یا استاندارد ارور یا کامند رو به جای اینکه به درون یک فایل بنویسین اون استاندارد اوت یا اون استاندارد ارور رو به استاندارد اینپوت یک کامند دیگه ارسال بکنید در این حالت شما نیاز دارید که از پایپ استفاده بکنید به عنوان مثال من میخوام فایل نامبرز رو کت بکنم و بعد خروجی استاندارد اوتپوت این رو بدم به یک برنامه دیگه ای که بیاد این فایل رو برای من این محتوا رو برای من معکوس بکنه الان نگاه بکنید شما کامندی که برای خوندن یک فایل وجود داره چی هست کامند کت حالا ما میخوایم چیکار کنیم میخوایم بیایم محتوای محتوای استاندارد اوتپوت که اومده رو دو مرتبه چاپ بکنیم منتها برعکس همین کامند کت رو شما برعکس بکنید یعنی از راست به چپ بخونید خونده میشه تک پس من میزنم پایپ تک میبینید که من به واسطه عملگر پایپ اومدم استاندارد اوتپوت رو که یک تا ده بود از استاندارد اوتپوت گرفتم و به استاندارد اینپوت کامند تک انتقال دادم و بعد تک برای من اون محتوا رو معکوس کرد حالا نکته ای که وجود داره این هستش که وقتی شما از عملگر پایپ استفاده میکنین فقط استاندارد output رو انتقال میده به استاندارد اینپوت کامند بعدی که اینجا دارید اگر بخواید در کنار استاندارد output استاندارد اینپوت استاندارد ارور رو هم انتقال بدیم به استاندارد اینپوت تک اون موقع میتونید از عملگر پایپ امپرساین استفاده بکنید که اون موقع برای شما حتی استاندارد ایرور رو هم انتقال میده به استاندارد اینپوت کامند بعدی شما شما همینطور میتونید این پایپ رو ادامه بدین و خروجی که دو مرتبه استاندارد اوتپوت خروجی که کامند تک به عنوان استاندارد اوت بود خودش اجرا کرده رو انتقال بدین به یک کامند دیگه مثلا فرض بکنید به کامند هد داش ان 1 که کلا کارش اینه که از ابتدای سطر بردار الان من با هد گفتم که به اندازه یک سطر از ابتدای رشته بردار که انتظار داریم که عدد ده چاپ بشه من اگه این رو پاک بکنم شما میبینید که 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 چاپ شده که با هد ان یک من خواستم که فقط یک سطر اول یا اگر بگم N2 دو, دو سطر اول رو برای من میگیره و چاپ میکنه کامند ای که دوست دارم بهتون اینجا بگم کامند مور هست به عنوان مثال فرض بکنید که شما یک کامند سکوانسی رو اجرا کنید مثلا یک تا صد تعداد خروجی زیاد هست و شما به محض که اجرا بکنید چون خروجی این کامند زیاده باعث میشه که خروجی های قبلی شما به سمت بالا شیفت پیدا بکنه هرچند شما میتونید با کلیدای شیفت و پیجاب به کنسولتون رو به سمت بالا اسکرول بکنید و با کامند شیفت پیج دان اسکرول کنسول رو به سمت پایین بچرخونید اگر بخواید مثلا این رو به صورت سطری برید جلو میتونید سکونس یک تا صد رو پایپ کنید و استاندارد آوتپوت آس اون رو به کامند مور ارسال بکنید این کاری موقعی که میاد ارتفاع کنسول شما رو پر میکنه یه پایین یه لیبلی زاره میشه به اسم مور که از شما میخواد به فشار دادن یه کلیدی بخواین که این جلوتر حرکت بکنه اونطور نکتهی که وجود داره مور فقط جهت حرکتش به سمت پایینه و شما دو مرتبه به سمت بالا نمیتونید برگردید اگر میخواید به سمت بالا هم بتونید برگردید یا یه سری کاری دیگه مثل سرچ و اینها هم بتونید انجام بدید به جای مور میتونید از کامند less استفاده بکنید و خروجی کامند سیکوینس یک تا صد رو استاندارد آوتپوتش رو به استاندارد اینپوت لس انتقال بدید تا براتون اسکرولینگ رو به صورت دستی انجام بده من وقتی کلید جهت دار به سمت پایین رو میزنم به سمت پایین حرکت میکنم و وقتی که کلید جهت دار به سمت بالا رو میزنم به سمت بالا حرکت میکنم دو میانبار دیگه ای هم دارم مثل کلید جی که من رو به ابتدای سطر میبره و کلید شیفت G که من رو به انتهای سطر میبره شما همینطور میتونید با علامت اسلش یه عددی توی این رشته سرچ بکنید مثلا من میزنم اسلش 11 برای من میگرده دنبال عدد 11 منطقه چون از اسلش استفاده کردم جهت سرچ رو به پایینه من اگه بخوام سرچ رو به بالا انجام بدم کافیه که از علامت سوال 11 استفاده بکنم و اجرا کردن اون شما میبینید که الان عدد 11 توی صفحه من هایلایت شده به این معنی که اون رشته ای که مد نظر من بود رو پیدا کرد اگر بخوام این سرچ ادامه پیدا بکنه میتونم با کلید N و Shift N اون رو به سمت جلو و به سمت معکوس حرکت بدم که سرچ به سمت جلو یا سرچ به سمت عقب انجام بده <تصفيق> <تصفيق> نقطه بعدی که وجود داره کامند هیستوری هست که شما به کامند هیستوری میتونین تاریخچه کامند هایی که اجرا کردین رو ببینید مثلا من میتونم دو مرتبه خروجی هیستوری رو به لس بدم با توجه به اینکه خروجیش مقدار زیاد بوده و بعد کامند هایی که زدم رو نگاه کنم اگر فرضاً بخوام کامند uh, کد 72 سطر 72 رو اجرا کنم کافیه که بزنم علامت سوال 72 دو. که دقیقا کامندی که توی سطر 72 بود رو بر من اجرا کرد یا میتونم حتی مثلا علامت تعجب هیز بزنم با توجه به آخرین چیزی که اجرا شده و شبیه به کامند قبلی من هست اون رو برای من اجرا میکنه توجه به اینکه من هیز زدم اون میفهمه که آخرین کامند که شبیه به این کامند بود هیستوری بوده و دو مرتبه اون رو برای من اجرا میکنه برای اینکه بتونید آخرین کامندی رو که اجرا کردید دو مرتبه اجرا بکنه الان میبینید آخرین کامندی که من اجرا کردم 108 بود برای اینکه به اینکه بگم علامت تعجب 108 میتونم بزنم علامت تعجب علامت تعجب به معنی که آخرین کامندی که اجرا کردم رو دو مرتبه اجرا به این صورت خب. تا اینجا ما یه سری از کامنت های پایه رو دیدیم حالا میخوایم بریم به سراغ ادیتور که بتونیم با ادیتور یه فایل رو فرزن ایجاد بکنیم یا یک فایلی رو ویرایش بکنیم ادیتورهای های مختلفی توی سیستم لینوکس وجود دارن مثل مثلا وی آی، وی آی ام، نانو و چیزهای دیگه ما توی این کلاس با ادیتور وی آی ام استفاده میکنیم که وی آی ام نسخه ایمپروفد ادیتور وی آی هست که به صورت پیش توی سنتو اس 73 وجود نداره این کامند الان شما اگر بزنید کامند وی آی ام میبینید که کامند وی آی ام رو بهتون یه خطایی میده که میگه که کامند ناتفن شما برای اینکه کامند وی آی ام رو نصب بکنید نیاز هستش که از یه ابزاری توی لینوکس استفاده بکنید که با اون بتونیم یک پکیجی رو دانلود بکنیم هرچند ما یک فست جدایی داریم برای این قضیه و مفصل در مورد پکیج منیجر لینوکس توی یک جلسه کامل صحبت میکنیم منتها فعلا برای اینکه بتونیم یک پکیج رو نصب بکنیم بدون اینکه من فعلا وارد جزئیات داستان بشم از من بپذیرید که میتونید این کار رو با کامند یام فاصله اینستال فاصله اسم پکیجتون این کار رو انجام بده پس من الان میخوام پکیج وی آی ام رو نصب کنم پس میزنم یام اینستال وی ام که نیاز هست که لینوکس من کانکتیویتی به اینترنت رو داشته باشه و بعد بره از اینترنت این پکیج رو دانلود بکن و نصب بکن با توجه به اینکه من این وی ام هم رو تو زمان نصب توی مود نت گذاشتم و لپتاپ من همین الان او uh, خوست من که ویندوزم باشه دسترسی به اینترنت داره پس این ویچوال ماشین من هم به اینترنت دسترسی داره و پکیج وی آی ام رو دانلود و نصب حالا به من میگه که شما برای اینکه بتونی کامند VIM رو یا پکیج VIM داش انهانس رو نصب کنی یک سری وابستگی های نرم افزاری وجود داره که عمدتا لایبرری های مختلف پرل هستن با تجربه اینکه خود VIM با پرل نوشته شده اه, <تص> ما نیاز داریم که اونها رو نصب بکنیم تا بتونیم پکیج وی آی ام رو داشته باشیم خب از من میپرسید که برای اینکه کل این, این پکیج ها و دیپندنسی هاش نصب بشه مجموعا 60 مگابایت دیسک رو از ما فضا میخواد من میگم یس که این کار انجام میشه خب پکیج Vim نصب شد و من حالا میتونم از این کامند استفاده بکنم. مثلا میگم vim test.txt یه فایل که وجود نداره رو به وجود میارم. خب من الان وارد ادیتور Vim شدم. توی این ادیتور ما دو تا مود مختلف داریم یک مود مود کامند مود دو مود اینپوت مود که از ما ورودی میگیره ما الان تو مودی هستیم که باید کامند وارد بکنیم که بگیم که ما میخوایم چیکار بکنیم اگر بخوایم توی وی آی ام یک متنی رو اضافه بکنیم با کلید آی به معنی اینکه ما میخوایم یه چیزی رو اینزرت بکنیم وارد insert input mode میشیم که از این به بعد میشیم تایپ بکنیم مثلا بگیم که this is first line با کلید escape من میتونم مجددا از مود input خارج بشم و وارد command مود بشم یه دو تا واسه این که ما وارد insert mode بشیم دو تا کلید داریم برای این کار یکی کلید i هست توجه کنید که من الان روی حرف ال وای سدم موقعی که میخوام این کار بکنم وقتی کلید آی رو بزنم من دقیقا روی کارکتر ال هستم و میتونم قبل از کارکتر ال تایپ بکنم مثلا میگم A مثلا A line فرزن A B C فرزن حالا دو مرتبه من کرسر رو میبرم زیر کاراکتر L این بار به جای اینکه کلید آی رو بزنم کلید A رو میزنم A کرسر رو یه سطر میبره جلوتر و به من اجازه میده بعد از حرف L بخوام یه چیزی رو چاپ بکنم میبینیم A, B, C میبینیم که این بار این متنی که من وارد کردم به خاطر اینکه من با کارکتر A ای وارد اینزرت مود شدم یک کارکتر کرسر رو به سمت جلو بردم که بتونم این عبارت رو بعد از کارکتری که کرسر من زیر اون بود رو چاپ بکنم دو مرتبه میام پایین که آی رو میزنم میگم this is second line کرسر خب. رو به خط یک میبرم فرض بکنید که من بخوام بین Uh, this is uh, first A B C L A B با this is second line بخوام یه چیزی رو اضافه بکنم اون موقع با کلید او من میتونم بین این دو تا سطر یه سطر جدیدی رو اضافه بکنم که بتونم اینجا چاپ بکنم مثلا A B C دوباره اسکیپ میزنم پس دیدیم که ما با کلید او میتونیم دقیقا زیر اون سطری که کرسر ما تو اون سطر قرار داره یک سطر جدیدی رو ایجاد بکنه اگر بخوایم عکس همین کار رو انجام بدیم کافیه کلید شیفت رو نگه داریم و او رو بزنیم یعنی الان کرسر من روی سطر دوم وایساده و من میخوام سطر دوم من یه سطر بیاد پایین تو سطر سوم قرار بگیره و من یک سطر جدیدی بالای اون سطر ایجاد بکنم شیفت او رو میزنم میبینید که خب یه سطح جدید ایجاد شد مثلا یک دو سه چهار پنج و دو مرتبه کلید اسکیپ رو میزنم و از اینپوت مود خارج میشه برای اینکه بتونیم این فایلی رو که تا اینجا ادیت کردیم رو سیو بکنیم کافیه که موقعی که توی کامند مود هستیم کلید کلون رو بزنیم کلید دو نقطه بعد کلید W رو به معنی رایت اجرا بکنیم اون موقع باعث میشیم که فایل test.txt به وجود بیاد و این محتویات درون اون چاپ بشه حالا اگر بخوایم همزمان هم رایت هم بکنیم و هم کویت بکنیم از این ادیتور کلون WQ رو اجرا میکنیم که میبینید که من الان از ادیتور VIM خارج شدم کامند ls رو میزنم میبینید که فایل test.txt اینجا وجود داره من میتونم با کامند cat test.txt محتوای اون رو ببینم دو مرتبه برمیگردم به ادیتور vim فایل test.txt رو بهش میدم که بتونم این فایل رو مجددا ادیت بکنم حالا یه موقعی هست که من میام یه تغییرات ایجاد میدم توی این فایل منتها من نمیخوام این فایل سیو بشه بدون اینکه این, این تغییرات سیو بشه میخوام از فایل خارج بشم اون موقع کافی هست که من توی کامن مود کنترل کیو علامت تجربه باید کنم که به وی ام بگم که هر تغییری دادم اون تغییر رو ایگنور بکن و از ادیتور وی ام خارج بشم به این صورت میبینید که من از ادیتور خارج شدم و تغییرات من الان اگه یک مرتبه دیگه کت تست TXT اکس رو اجرا بکنم خواهید دید که این تغییرات اعمال نشده و کل تغییرات ایگنور شده یه موقع هست ما فایل تست دا تی رو باز میکنیم منطقه یه تغییرات ایجاد میکنیم و میخواییم که این تغییرات به اسم یه فایل دیگه ای ذخیره بشه توی این حالت کافیه که من کنترل w رو بزنم و اسم یه فایل جدیدی رو بدم test2.txt خب میبینید که این تغییرات جدید درون فایل test2.txt ذخیر شد کنترل q میزنم از فایل اه, خارج میشم خب حالا LS میگیرم میبینید cat test.txt تغییری نکرده فایل تست.txt مون تا تست 2.txt میبینید که به زیر دیسی second لاین یه سری خطوطی اضافه شده. صورت خب من دو مرتبه برمیگردم به فایل test.txt یه موقعی هست که من میخوام یه سطری رو پاک بکنم مثلا الان سطر چهارم رو میخوام پاک کنم یه نکته هم بگم شما یه موقع نیاز دارید که توی ادیتورتون شماره سطر داشته باشین کافیه که بنویسید کلون ست فاصل نامبر اون موقع است که برای شما شماره سطر ها رو براتون چاپ میکنید که بتونید شماره سطر ها رو ببینید فرض بکنید من سطر سه رو میخوام پاک کنم کافیه که کارکتر uh, دی رو دو مرتبه اجرا بکنم یعنی بزنم دی دی به این صورت میبینیم که uh, خط سوم پاک شده یه بار دیگه دی uh, دی رو اجرا میکنم یعنی سطر دو هست میشه برای اینکه تغییراتی که اعمال کردم رو اندو بکنم کافیه کلید یو رو فشار بدم یه بار دیگه و یه بار دیگه میبینیم که الان به ما میگه که already at oldest change یعنی دیگه چیزی وجود نداره توی استک آن دو که شما بتونید به عقب برگرد اگر بخواید دو مرتبه تغییراتی که انجام دادید رو ریدو بکنید کافیه که <coughs> Uh, فکر میکنم با کنترل آر نه با کنترل شیفت آر میتونید دو مرتبه کاری رو که آندو کردید رو دو مرتبه ریدو بکنید مثلا من یورو میزنم و برمیگردم به اون چیزی که اول بود دو مرتبه با کنترل شیفت آر میام تغییرات که اعمال کردم رو میبینم به این صورت کنترل یو و کنترل شیفت آر دو مرتبه برای سرچ کردن توی فایل وی آی ام شما میتونید از کارکتر اسلش استفاده بکنید و سرچ رو به جلو انجام بدید فرست مثلا میبینید که فرست برای شما هایلایت میشه برای اینکه سرچ رو به جلو ادامه بدید میتونید دو مرتبه کلید ان رو بزنید میبینید که یکی شما به انتهای فایل رسیدید و برای اینکه به سرچ رو به عقب انجام بدید مجددا میتونید کلید شیفت و ان رو فشار بدید مثلا من اگر چند تا سطر دیگه هم داشته باشم که توش فرست وجود داشته باشه حالا اگر n رو بزنم میبینید که کرسر من داره بین این رشته ها رو به پایین حرکت میکنه اگر همین رو شیفت n بزنم اون موقع میبینید که کرسر من در جهت عکس داره بالا میره و به این معنی هست که من سرچ رو به بالا دارم انجام میدم حالا اگر بخوایم این سرچی رو که انجام دادیم رو بی اثر بکنیم و اون کلماتی که هایلایت شدن رو از هایلایت خارج بکنیم کافیه که بزنیم کنترل ان او H نو no هایلایت و میبینید که اون متونی که ما داشتیم از وضعیت هایلایت خارج میشه با کلید جی جی شما میتونید به ابتدای رشته برگردین و با کلید شیفت G هم شما میتونید به انتهای به سطر انتهایی این فایل انتقال پیدا بکنید همینطور میتونید با علامت هت یا همون شیفت و عدد 6 به ابتدای رشته برین که ما الان چون ابتدای رشته هستیم عملا تغییری رو احساس نمی کنیم با شیفت و دالر میتونیم به انتهای رشته بریم الان کرسه من به انتهای رشته اومد الان اگر من دو مرتبه شیفت و هت رو بزنم میبینیم که من به ابتدای رشته برم الان من در حقیقت دارم کلید شیفت و عدد 4 رو میزنم که دلار چاپ شه که من رو به انتهای رشته ببره و من شیفت رو نگه میدم و عدد 6 رو میزنم که کارکتر هت چاپ شه و عملا من رو به ابتدای رشته انتقال بدم حالا یه موقعی هم هستش که ما مثلا میخوایم که دو تا سطر یا سه تا سطر رو پاک بکنیم مثلا من میخوام خط 5 6 و 7 رو پاک کنم دیدین که برای اینکه اگر بخوایم یه سطر رو پاک کنیم کلید دی دی رو میزدیم یعنی بهتره بگم که کلید دی رو دو مرتبه فشار میدیدیم اگر بخوایم سه تا سطر یعنی از سطر 5 6 و 7 رو پاک کنیم کافی است که بزنیم دی سه دی به این معنی که سه سطر میخوایم این کار رو میتونید به صورت کامندی هم اجرام انجام بدیم مثلا بگین که میخوایم از خط کلون از خط یک کاما تا خط سه دی به این معنی که دیلیت بشه میبینید که سطر یک تا سه دیلیت شد یه موقع هست که شما میخواییم یه سطری رو کپی بکنید من کلید یو رو نگه میدارم که تغییرات که دادم آندو بشه فرزا من میخوام خط 3 و 4 رو کپی کنم و زیر خط 4 دو مرتبه پیستش کنم اول با کپی سطری شروع میکنیم کپی تو وی آی ام به اسم عمل ینگ شناخته میشه و حرف اول وای برای این کار در نظر گرفته شده اگر شما بخواید سطر سوم رو کپی کنید کافیه که کلید وای رو دوبار فشار بدید طور که میبینین الان سطر سوم ما ینگ شده و من برای اینکه اون رو زیر سطر سه پیست بکنم کافی کلید پی رو بزنم میبینید که ABC توی سطر پایینش چاپ شد حالا اگر من بخوام همین ABC رو بالای سطر دو چاپ بکنم کافیه که کلید شیفت رو نگه دارم و بعد یعنی کلید پی رو فشار بدم به این صورت اگر بخوام سه سطر رو کپی بکنم همینطور که دیدیم برای اینکه مثلا سه تا سطر رو می‌خاستیم پکی بکنیم می‌ذاریم دی سدی میتونم بزنم وای سه وای حالا من سه خط رو از خط 4 5 6 با توجه به اینکه کرسل من رو سطر 4 وای شده بود یانک کردم حالا من میام روی سطر 6 وای میسم و کلید پی رو می‌زنم به این معنی که سطر 4 و سطر 4 5 و 6 کپی بشن و زیر سطر 6 قرار بگیرن به این صورت <عز> <اه، اه تصال> <تصال> یه موقعی هستش که شما میخوایید مثلا یه عبارت خاصی رو کپی بکنی و بعد یه جایی پیست بکنی اون موقع هرچند برای این کار راه وجود داره شما میتونید به توی مود ویژوال و بعد اونجا کلید ینک رو فشار بدید ولی میتونید از خود موس هم استفاده بکنید با توجه به اینکه ما الان توی کنسول هستیم یا پشت ترمینال لینوکس هستیم ما, ما چون توی مود مینیمال یا همون فقط تو مود متنی هستیم عملا موس رو به طور پیش فرض توی ترمینالمون نداریم بنابراین موس رو نمیتونیم داشته باشیم برای اینکه بتونیم موس رو هم داشته باشیم نیاز هستش که ما یه پکیج رو نصب بکنیم که توی ترمینال به ما یه چیز شبه موسی رو بده که بتونیم مثلا یه تیکه رو کپی بکنیم من فایل رو سیو میکنم بعد از طریق کامند یام فاصله اینستال پکیج جی پی ام رو نصب میکنم بعد کلید یس رو میزنم انتر میکنم خب الان پکیج جی پی ام نصب شد منتها میبینید ما هنوز موس نداریم برای اینکه پکیج جی پی ام رو وارد حافظه بکنیم و اجراش بکنیم من باز هم از یک کامندی استفاده میکنم که در فصل های آینده قولش رو به شما میدم که با جزئیات کامل تری در موردش با صحبت بکنم منطقه برای اینکه الان فقط پکیج جی پی ام یا بهتره بگم سرویس جی پی ام رو من استارتش بکنم که موس تو صفحه ما ظاهر بشه من از کامند سیستم سی تی ال استارت جی پی ام استفاده میکنم که سرویس جی پی ام فعال بشه و من بتونم الان تو صفحه شلم موس داشته باشم که میدید الان من موس رو توی شلم دارم حالا من دو مرتبه برمیگردم به فایل وی آی ام تست txt با ادیتور vim فایل test.txt رو باز میکنم این بار مثلا میخوام عبارت second line رو کپی کنم کاری که میکنم البته الان یه خورده این vm تو محیط کنسولش داره اذیت میکنه اگر ما لینوکس رو, رو روی, اس... روی کامپیوترمون مستقیم نصب کنیم یعنی بدون وی ام بیاریم بالا همچین مشکلی ایجاد نمیشه الان واقعیتش این هست که کنسول وی ام ور هست که الان داره اذیت میکنه مثلا من میخوام این چهار حرف آخر رو کپی کنم با چپ کلیک این رو نگه میدارم کلید او رو میزنم و بعد با کلید شیفت Insert یا بهتر است به جاش بیام از رایت کلیک استفاده بکنم برای اینکه این, این محتوایی که با چپ کلیک من هایلایتش کردم و به صورت دیفالت خودش کپی شد تو کلیبورد رو با رایت کلیک در حقیقت پیستش بکنم یه بار دیگه مثلا عبارت لاین رو من میخوام کپی کنم میام لاین رو با چپ کلیک نگه میدارم این چهار حرف رو هایلایت میکنم حالا مثلا میام پایین توی یه جایی از صفحه رایت کلیک میکنم و میبینید که این عبارت اینجا پیست میشه خب به این صورت <coughs> یه موقعی هست که شما میخواید توی متنتون یا توی فایلتون سرچ بکنید و چیزی رو که پیدا کردید رو با یه عبارت دیگه ای ریپلیس بکنید مثلا من میخوام کل فایل بگردم و هر چی سکند وجود داره رو تبدیل بکنم به مثلا سرد میام میزنم کلون درصد اس s second s third s g میبینید که من توی فایلم هر چیزی که به اسم سکند وجود داشت با سرد جایگزین شد اون علامت درصد به این معنی هست که کل فایل رو به گرد کلمه اس یعنی که سرچ کن اسلش اسلش اول و اسلش وسط در حقیقت داره چیزی که داره سرچ میشه رو با چیزی که داره جایگزین میشه رو جدا میکنه و آخر جی به این معنی هست که به یک باره تمام چیزهایی رو که پیدا کرد ریپلیس آل بکنه شما میتونید این سرچ و ریپلیس رو هم محدود به یک از یک سطر تا یه سطر خاصی بکنید و اونم به این صورت که به جای درصد S اون موقع شما میاد میگین که مثلا از سطر یک شروع کن تا سطر یک دو سه چهار پنج شیش مثلا تا سطر شیش این کار رو انجام بده و اینجا میگم هرچی سرد وجود داره رو تبدیل کن به مثلا سکن میبینید که فقط از خط یک تا شیش هر جایی که سرد وجود داشت رو پیدا کرد و جایگزین کرد من الان برای اینکه که مرتبه این سرچ رو از حالت هایلایت خارج بکنم با کلا نو اچ این رو از این وضعیت خارج میکنم خب سرچ ان ریپلیس رو هم در ادیتور وی آی ام دیدیم امیدوارم که تا اینجا براتون مطالب مفید بوده باشه من تا همینجا بس رو متوقف میکنم و در ویدیوی بعدی ادامه بحث رو ادامه میدیم